آملی مقدم، روزنامه‌نگار از مشهد با ماست. آقای آملی مقدم، آیا میشنویم در روزهای گذشته مقام‌های ایران به کرات از انتقام، انتقام، انتقام سخت، انتقام جویی، 13 سناریو برای انتقام صحبت می‌کنند. آیا فکر می‌کنید که چاره‌ای به جز انتقام گیری دارند؟ بله، به هر صورت اونها صحبت از انتقام که میکنن که نحوه انتقام رو مشخص نکردن. انتقام گرفتن معناش پاسخ دادنه. رفتاری که امریکایی‌ها انجام دادن با هیچ متر و معیار عقلی، دیپلماتیک، نمیدونم در مناسبات بین المللی، اخلاقی، با هیچ چیز سازگار نیست. خب طبعا یک کشوری که از فرمانده های ارشدش که چنین موقعیت ملی بزرگی هم در کشور داشته مورد چنین تهاجم وحشیانه قرار گرفته، باید پاسخ علل قاعده حاکمیت خودش رو مجاز میدانه و من فکر میکنم قواعد بین المللی هم مجاز میدونه که پاسخی بده. حالا اینکه این انتقام به چه شکلی باشه یا پاسخ به چه شکلی باشه، من امیدوارم که مصالح ملی و سرنوشت کشور در واقع محوریت اصلی رو در ابتنای چنین تصمیمی داشته باشه. انشاءالله انتقام فکر میکنه به چه شکلی میتونه باشه که مصالح ملی هم لحاظ شده درش؟ ببینید، به نظر من هم بخشی از این انتقام الان در واقع داره عمل میشه. امریکایی ها اون خورده آبرویی که در منطقه داشتن رو از دست دادن. امریکایی ها تحت تاثیر مشاورین بی اطلاعی که اطلاعی از وضعیت روحی و فرهنگی مردم ایران ندارن، اومدن چنین خبط بزرگی رو کردن. همین که دارن میبینن چه اتفاقی در ایران داره میفته، میلیون ها نفر تو خیابان ها احساساتشون جریحه دار شده، احساس میکنن که یکی از ستون های دفاعی کشور مورد هجوم قرار گرفته، به چنین مواضعی رو پس از وقایع آبان ماه دارن از خودشون نشون میدن، خود این یک انتقامه. من نمیگم این منحصر، انتقام گرفتن منحصر به اینه. ما که اطلاعی نداریم چه تصمیمی در سطوح بالا گرفته میشه، ولی به نظر من روند انتقام و پاسخ دادن به امریکایی ها از همین اکنون شروع شده. من دیروز تو مشهد شاهد بودم، در این شهر قریب 1.5 میلیون نفر انسان به صورت خودجوش آمده بودن تا از کیان کشور دفاع کنن، از امنیت کشور دفاع کنن. اونهایی که فکر میکردن با بازیهای سیاسیشون، با تحریماشون، با فشارهای بین‌المللی میتوانن این ملت رو به زانو در بیارن، الان متوجه خطای هولناک بزرگ خودشون شدن. خب خود همین یک پاسخه. حالا پاسخهای بعدی چه خواهد بود؟ کسانی که مسئولیت دارن تصمیم خواهند گرفت. آقای آملی مقدم، چقدر این حضور به هر حال پرشمار قابل تعمیم به کل جمعیت ایران؟ ببینید، به نظر من اگر بخوایم به صورت آماری هم محاسبه بکنیم، دست کم شهادت سپهبد سلیمانی دست کم 80% مردم ایران رو تحت تاثیر قرار داد. همه اونهایی که تحت تاثیر قرار گرفتن طرفداران وضع موجود نیستن. عرض کردم این واقعه روح ملی و غرور ملی مردم ایران رو جریحه دار کرد. خب حالا یه عده هستن که در کنار این گرایشات و علاقه ایدئولوژیک هم دارن، یه عده دیگه هستن که احساس میکنن آقا اگر قرار باشه که هر کسی از آن سوی مرزها بلند شه بیاد و ارکان و ستونهای امنیت ملی ما رو مورد هجوم قرار بده، سنگ روی سنگ بند نمیشه. بالاخره آقای ترامپ ظاهرا فکر کرده توی مثل دوره جوانیش همچنان توی رینگ کشتی کش داره بازی میکنه. یادش رفته که رئیس جمهور یک کشوریه که مدعی دموکراسی در جان. اشاره کردید به 80% جمعیت ایران، آیا فکر میکنید که شاهد چنین حمایتی بودین بر روزهای گذشته؟ 80% جمعیت ایران به خیابان نیامدن. شما توی اونها پیرمرد هم هست، جوان هم هست، کودک هم هست، ولی وقتی که در شهری مثل تهران بیش از 3 میلیون نفر آدم میان بیرون، در مشهد 1.5، ما کل جمعیت مشهد 3.5 میلیون نفره، وقتی که قریب به 1.5 میلیون نفر که ما خودمون اینجا شاهد بودیم میان بیرون، شما سالمندان و کودکان و افرادی که سر کار بودن و بگذارید کنار،
بالغ بر 70-80% جمعیتی که دغدغه سیاسی دارن آمدن کف خیابان. بله، البته جمعیت آمار 3 میلیونی که آقای آمالی مقدم ارائه میدین هنوز از هیچ مقام رسمی نیومده و قابل تایید نیست. آمار به هر حال تا زمانی که مسئولان آمار دقیق ندن نمیشه بر اساس مشاهدات یک فرد گفت. اصلا فرض بگیریم در تهران 3 میلیون اومدن، جمعیت تهران و شهرهای اطرافش 12 میلیون، آقای آمالی مقدم شما میگین 80% جمعیت ایران متاثر شده از کشته شدن قاسم سلیمانی؟ بله، من نظرم اینه. اون چی که من در مشهد میبینم و اون چی که در کرمان امروز شما شاهدید و اون چی که در تهران اتفاق افتاده، یعنی شما توقع دارید در 4 تا خیابان تهران مثلا 8 میلیون آدم امکان جمع شدن داشته باشن؟ من دارم عرض میکنم این مقدار از مردم متاثر شدن از این قضیه و نه تنها ایران، این اتفاق در هر جای جهان اتفاق بیفته این واکنش رو در پی خواهد داشت. امریکایی ها بزرگترین خطای راهبردی طول عمرشون جمهوری خواه کردن. واقعا من تعجب میکنم اینها این همه ادعا دارن، چرا چنین دست به چنین عملی زدن. آقای آمالی مقدم، به هر حال تهدیدهای خیلی جدی کردند مقامهای ایران در چند روز اخیر و بسیاری از گروههای شبه نظامی نزدیک به مقامهای ایران هم تاکید کردند که انتقام قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهانشون رو خواهند گرفت. سوال اینجاست که اگر اونها اقدامی بکنند، آیا آمریکا اقدام اون گروهها رو به پای ایران خواهد نوشت؟ ببینید، عرض کردم چگونگی مواجهه ایران با این قضیه معلوم نیست. گروه هایی که در خارج کشور طرفدار عرض کنم مشی سیاسی جمهوری اسلامی بودن، متأثر از در واقع مدیریت مقاومت آقای مرحوم سلیمانی بودن، اونها اگر دست به عملی بزنن از حیث حقوقی نمیشه جمهوری اسلامی رو عرض کنم متهم کرد. ممکنه اتفاقاتی در دنیا رخ بده و اگر چنین اتفاقی هم رخ بده مسئولیتش بر عهده کسی است که این بازی شوم رو شروع کرده. آقای سلیمانی عنوان یک شخصیت سیاسی شناخته شده به دعوت دولت عراق رفته اونجا، یک کشور دیگری آمده در یک کشور ثالثی ایشون رو ترور کرده. بعد عجیب نیست اگر موافقان آقای سلیمانی دست به اقدامی بدن. منتها من فکر نمی کنم که در ایران مسئولان سطح بالای ایران در واقع سطح عقلانیتشون به اندازه ترامپ باشه و دست به رفتاری اینچنینی بدن. من برداشت خودم این است که عرض کنم این مواجهه بین ایران و امریکا به پیک خودش رسیده، یعنی این مواجهه بیم آن میره که یا به برخورد نظامی بیانجامه و یا به یک سناریوی دیگری منجر بشه. من اون سناریوی دیگر رو امیدوارم اتفاق بیفته. من امیدوارم امریکایی ها متوجه خطای راهبردیشون بشن و این جمعیت وسیع رو در خیابانهای ایران ببینن و رفتارشون رو با جمهوری اسلامی و با ایران و با مردم ایران رفتارشون رو تغییر بدن. معمولا در چنین وقایعی، یعنی در پیک چنین مواجهاتی، یا جنگ یا صلح، من رفتن به سمت رفتار معقول رو از دو طرف بعد از این وقایع و بعد از این حضور میلیونی مردم محتملتر میدونم تا جنگ. متشکرم از شما ناصر آملی مقدم، روزنامه‌نگار از مشهد.